عبدالرحیم موسوی جانشین فرمانده ارتش ایران از برگزاری رزمایش این نیروی نظامی در چهار روم تا دهم ده دیماه و در محدوده ای به وسعت حدود دو میلیون و دویست هزار کیلومتر مربع خبر داد و گفت در این رزمایش مبارزه با تروریسم هم تمرین می شود و روز گذشته در یک نشست خبری نام رزمایش را رزمایش بزرگ محمد رسول الله و شعار آن را نمایش اقتدار و صلح و دوستی پایدار در سایه وحدت اسلامی و منطقه اعلام کرد جانشین فرمانده ارتش ایران همچنین گفت سلاحا و تاکتیک جدید در این رزمایش تست و مورد ارزیابی قرار می گیرند حبیب الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت در این رزمایش موشک سطح به سطح ساحل به دریا زمین به هوا و هوا به سطح آزمایش خواهند شد پیشتر رهبر جمهوری اسلامی از نیروهای مسلح ایران خواسته بود تا آمادگی خود را بدون در نظر گرفتن آنچه که او محاسبات سیاسی خواند مرتبا افزایش دهند ماه گذشته نیز رسانه های وابسته به سپاه پاسداران گزارش های متعددی از توان موشکی ایران برای حمله به اسرائیل و همچنین موشک هایی منتشر کردند که جمهوری اسلامی در اختیار گروه های مسلح فلسطینی و لبنانی قرار داده است یک سایت محافظه کار خبر داد محمود هاشمی شاهرودی نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری و محمد یزدی دبیر جامعه مدرسین حوزه علمی قوم نامزد تصدی ریاست مجلس خبرگان خواهند شد در صورت تایید این خبر احتمالا اکبر حاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مسلحت نظام خود را نامزد انتخاباتی آتی ریاست مجلس خبرگان رهبری خواهد کرد پیشتر احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان گفته بود هاشمی رفسنجانی در صورت نامزدی محمد یزدی و احمد جنتی با این افراد وارد رقابت خواهد شد با گذشت بیش از پنج ماه از زندانی شدن ساجده عرب سرخی هنوز با مرخصی او موافقت نشده است ساجده عرب سرخی فرزند ارشد فیض الله عرب سرخی پس از تحمل بیش از چهار سال حبس به اتهام حوادث پس از انتخابات 88 از زندان آزاد شده است او در شهریور 92 از فرانسه به ایران بازگشت تا از پدر زندانی خود در بیمارستان عیادت کند که با یک حکم قیابی و بدون شرکت در دادگاه به تحمل یک سال زندان محکوم شد مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز پنجشنبه 27 آذر با تصویب قطعنامه ای از جمهوری اسلامی ایران خواست تا به طیفی از موارد گسترده نقض حقوق بشر، نظیر شکنجه، تبعیض جنسیتی و هدف گرفتن فعالان و روزنامه‌نگاران خاتمه دهد. مجمع عمومی سازمان ملل علاوه بر جمهوری اسلامی علیه سوریه و کره شمالی نیز قطعنامه صادر کرد. و از شورای امنیت خواست پرونده کره شمالی را به دیوان بین المللی کیفری ارجا دهد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز پنجشنبه 18 دسامبر با تصویب قطعنامه ای از جمهوری اسلامی ایران خواست تا به طیفی از موارد گسترده نقض حقوق بشر نظیر شکنجه، تبعیض جنسیتی و هدف گرفتن فعالان و روزنامه‌نگاران خاتمه دهد. نماینده ایران در سازمان ملل به این قصنامه اعتراض کرد به گفت قصنامه صادر شده تحولات مثبت رخ داده در دولت حسن روحانی را که از سال گذشته به ریاست جمهوری ایران برگزیده شده نادیده گرفته است قصنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد اگرچه غیر الزام آور هستند اما منعکس کننده دیدگاه بخش بزرگی از جامعه جهانی هستند به گزارش آسوشیت پرس نماینده ایران قطنامه صادر شده را سیاسی، تبعیض و مقرزانه خواند. قطنامه صادر شده علیه ایران بیانگر نگرانی های موجود در رابطه با موارد گزارش شده از سوی گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران است. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران تاکنون اجازه سفر به ایران را نیافته است وی امسال بیش از هر چیز کار خود را بر تناوب بالا و نگران کننده ایدام ها در ایران متمرکز کرد. به در آخرین گزارش خود که اکتبر امسال منتشر شد از شوک خود پس از ایدام ریحانه جباری سخن گفت و از موج ایدام ها در یک سال اخیر انتقاد کرد. ریحانه جباری دختر 26 ساله که از هفت سال پیش به اتهام قتل مردی که او می گفت قصد تجاوز به وی را داشته در زندان به سر میبرد برد و در آبان ماه امسال ادام شد. گزارش جدید احمد شهید نشان می داد در ایران در سال 2013 نسبت به سال 2012 از 580 مورد به 687 مورد افزایش یافته است، مجمع عمومی سازمان ملل متحد همچنین روز گذشته در اعتراض به وضع وخیم حقوق بشر در کره شمالی و سوریه ها را علیه دو کشور صادر کرد. این مجمع همچنین از شورای امنیت سازمان ملل خواست که پرونده نقض حقوق بشر کره شمالی را که پیش از این نیز در مجمع بررسی شده بود به دیوان بین المللی کیفری ارجاع دهد. این موضوع خشم نماینده کره شمالی را برانگیخت. شورای امنیت روز دوشنبه 22 دسامبر برای نخستین بار در رابطه با پرونده حقوق بشر کره شمالی نشست خواهد داشت. نماینده کره شمالی در پاسخ اعلام کرد بهتر از سازمان ملل به جای رسیدگی به پرونده این کشور به خشونت های آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا سیا با متهمان پرونده های تروریستی رسیدگی کند. آن یونگ هون نماینده کره شمالی در سازمان ملل اعلام کرد این کشور قطنامه و آنچه را که وی استفاده ابزاری از موضوعات حقوق بشری برای سرنگونی رژیم خواند کاملا رد می کند. قطنامه مجمع عمومی علیه سوریه نیز خشونت دولتی انجام گرفته در سوریه علیه غیر نظامیان از سال 2011 تا کنون را محکوم کرد. این قطنامه همچنین به شدت خشونت گروه تروریستی دولت اسلامی یا داعش را محکوم کرد. کشورهایی که روز گذشته علیه آنها قطعنامه صادر شد و برخی از همپیمانانشان در سازمان ملل به این قطعنامه ها اعتراض داشتند. پارلمان اروپا در نشست روز چهارشنبه 26 آذر خود در قطعنامه اعلام کرد که کشور مستقل فلسطین را به رسمیت میشناسد. اما در این حال تاکید کرد که مذاکرات صلح خاورمیانه باید از سر گرفته شود. نمایندگان پارلمان اروپا تاکید کردند که از راه حل دو کشور مستقل حمایت می کنند. در قطنامه آمده است همزیستی بین دو کشور اسرائیل و فلسطین تنها راه حل ممکن برای حل درگیری است. این قطنامه از سوی تمام فرکسیون های پارلمان اروپا مورد تایید قرار گرفت و با 498 رأی موافق در برابر 88 رأی مخالف و 111 رأی ممتنع تصویب شد. پارلمان اروپا همچنین بار دیگر شهرک های اسرائیل در مناطق اشغالی را مورد انتقاد قرار داد و آن را مغایر با قوانین بین المللی دانست مقامات آمریکایی تایید کردند که سه فرمانده ارشد گروه داعش در حملات هوایی اعتلاف به رهبری آمریکا در عراق کشته شدند اما ابوبکر البغدادی رهبر این گروه در میان کشته شدگان نبوده است دو تن از کشته شدگان عبد، عبدالباسط به عنوان امیر نظامی گروه و حاجی المعتزز المعتز ببخشید معاون البغدادی بوده است مقامات آمریکایی همچنین کشته شدن رزوان الحمدونی یکی از بلند ترین فرماندهان گروه داعش را تایید کردند در همین حال مسرور بارزانی رئیس شورای امنیت ملی اقلیم کردستان عراق اعلام کرد پیشمرگه های کرد عراق کنترل یک راه ارتباطی به کوهستان سنجار را به دست گرفتند صدها نفر از اقلیت ایزدی در این ناحیه در محاصره گروه داعش قرار دارند وزیر دفاع ایتالیا از اعزام 750 نیروی نظامی به افغانستان برای شرکت در مأموریت موسوم به حمایت قاطع ملل متحد خبر داد به گزارش رویترز روبرتا پینوتی با تأکید بر اینکه نیروهای ایتالیایی در این مأموریت به آموزش نیروهای مسلح افغان خواهند پرداخت افزود نیروهای نظامی ایتالیا به منظور آموزش و مشاوره به نیروهای افغان در حوزه غرب این کشور به ویژه منطقه هرات حضور خواهند داشت وزیر دفاع ایتالیا در پایان نیز گفت شمار نیروهای اعزامی به افغانستان در ماه جولای 2015 میلادی از 750 نفر به 500 نفر کاهش خواهد یافت سخنگوی کاخ سفید میگوید باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در حال حاضر قرار نیست تحریم های را علیه روسیه اعمال کند به گفته جاش ارنست، لایحه کنگره که قرار است باراک اوباما آن را امضا کند به رئیس جمهوری این فرصت را میدهد که تحریم های در زمینه دفاعی و انرژی بر روسیه اعمال کند این لایه همچنین به دولت آمریکا اجازه میدهد که 350 میلیون دلار به صنایع دفاعی اوکراین کمک کند آمریکا و اتحادیه اروپا در ماهای اخیر و پس از الحاق شف جزیره کریمه به روسیه تحریم هایی را علیه برخی مقامها و شرکت های روسی اعمال کردند کشورهای اروپایی با اتخاذ سیاستی مشترک و سرسختانه در برابر روسیه اعلام کردند که تا تغییر, رو... تغییر رویه روسیه در قبال اوکراین تحریمها ادامه خواهند یافت قرار است که تلاش های دیپلماتیک برای حل بحران اوکراین از سر گرفته شود کشورهای عضو اتحادیه اروپا به تحریم‌های خود علیه روسیه ادامه خواهند داد در نشست سران کشورهای اتحادیه اروپا در بروکسل در روز پنجشنبه 18 دسامبر همه کشورهای عضو بر ضرورت پیشبرد سیاستی واحد در قبال روسیه تاکید کردند آنگلا مرکل صدراعظم آلمان گفت تحریمها به دلایل مشخصی علیه روسیه برقرار شدند و تنها با رفع این دلایل میتوان تحریمها را لغو کرد نشست سران اتحادیه اروپا که حدود هفت ساعت به طول کشید از وخیم شدن اوضاع اقتصادی در روسیه ابراز تعصف و نگرانی کرد سقوط بهای نفت و برقراری تحریم‌ها علیه روسیه سبب بحران مالی در این کشور شده است در هفتههای گذشته ارزش روبل واحد پول روسیه در بازارهای ارزی به شدت کاهش یافته است ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در یک نشست خبری در روز پنجشنبه 18 دسامبر اعلام کرد روسیه خود را برای مقابله با بحران اقتصادی در دو سال آینده آماده می کند. دونالد توسک رئیس شورای اتحادیه اروپا نیز تصریح کرد روسیه مشکلی استراتژیک برای این اتحادیه است توسک نیز بحران اقتصادی روسیه را جدی خواند و افزود بحران کنونی در روسیه موضوعی چند روزه نخواهد بود وی همزمان از کشورهای اتحادیه اروپا خواست که کمکهای مالی خود به دولت اوکراین را افزایش دهند تا این کشور موفق به پیشبرد اصلاح سیستم اقتصادی خود شود آنگلا مرکل صدراعظم آلمان نیز پیرامون کمکهای مالی به اوکراین گفت کمک به اوکراین در گروه اصلاحات اقتصادی و مبارزه با فساد مالی است مرکل صندوق بین المللی پول را نهاد هدایت کننده و ناظر بر کمک مالی به اوکراین دانست. بنا به تخمین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا دولت اوکراین نیاز به دو میلیارد یورو بیش از کمک های مالی مقرر شده دارد اتحادیه اروپا ضمن تاکید بر مواضع سرسختانه خود در قبال روسیه اعلام کرده دست به ارسال سلاح به اوکراین نخواهد زد دولت اوباما نیز در روزهای گذشته قانونی را علیه روسیه امضا کرد که از سوی کنگره آمریکا علیه مسکو تنظیم و تصویب شده بود به گفته این ناظران سیاسی برنامه تحریمی آمریکا شباهت های زیادی با اقدامات تنبیهی علیه ایران دارد اقدامات تحریمی آمریکا شامل شرکت بزرگ تسلیحاتی روسوبرون روسیه نیز می شود کنسرن گازپروم روسیه نیز در فهرست شرکت تحریمی قرار دارد برخلاف اتحادیه اروپا آمریکا در صدد ارسال تجهیزات نظامی به اوکراین بالغ بر 350 میلیون دلار است سلاحهای ضد تانک و پهپادهای شناسایی از جمله این تجهیزات هستند دولت آمریکا اعلام کرده که تحریم‌های جدید به معنای اجرای سریع آنها نخواهد بود فرانس و اولاند رئیس جمهور فرانسه نیز در بروکسل اعلام کرد در روزهای آینده نشستی برای رسیدگی به بحران اوکراین برگزار خواهد شد به گفته رئیس جمهوری فرانسه در این نشست دولت‌های اوکراین و روسیه نمایندگانی از جدای طلبان و همچنین سازمان امنیت و همکاری اروپا شرکت خواهند داشت. اولاند زمان برگزاری این نشست را روز یک شنبه یا دوشنبه 21 یا 22 دسامبر ذکر کرد. در اوایل سپتامبر نیز توافقی بر سر آتش بس میان طرف‌های درگیر صورت گرفت که در طول هفته گذشته بارها نقض شد. فرانسوا اولان در روز سهشنبه در یک کنفرانس تلفنی با آنگلا مرکل صدراعظم آلمان پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه درباره بحران اوکراین گفتگو داشته است موضوع اصلی این کنفرانس تلفنی درباره توافق آتشبسی بوده که از نهم دسامبر در مناطق شرقی اوکراین برقرار شده است به گفته رئیس جمهوری فرانسه قرار است که این گفتگوها ادامه یابد پس از گذشته هشت ماه از شروع رویارویی دولت اوکراین با جدای طلبان طرفدار روسیه بیش از 4600 نفر کشته و حدود ده هزار نفر مجروح شدند به گفته این مسئولان سازمان ملل متحد در طی ماههای گذشته حدود یک ممیز یک میلیون نفر در مناطق مختلف اوکراین مجبور به ترک محل اقامت خود شدند حسین سلامی جانشین فرمانده سپاه پاسداران میگوید کشورهای غربی از دستاوردهای علمی سوء استفاده کرده و از راه انتشار بیماری چون ابولا در جهان مقاصد شوم خود را توسعه میدهند به گفته وی کشورهای غربی پیش... کشورهای غربی پیشرفته به شکل نظام یافته از راه افزایش تولید گازهای گلخانه‌ای و رقیق شدن لایه اوزون از بین بردن آپای شیرین و تولید هزاران هواپیمای بمبافکن بمب اتمی و شیمیایی و میکروبی برای ایجاد وحشت و ناامیدی در سطح جهان تلاش می کنند. مقام های جمهوری اسلامی سالهاست تلاش می کنند با نسبت دادن همه مشکلات جهان به رهبران کشورهای پیشرفته جهان افکار عمومی داخلی را منحرف کنند. علی یونسی میگوید بسیاری از رد صلاحیت ها و گزینش ها در ایران شیوه غیر اسلامی است و این امر, این امر نمونه بارز ظلم به مردم است چرا که نظام جمهوری اسلامی متعلق به مردم است دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور اقوام و اقلیت های دینی و مذهبی همچنین گفت ادعی مأموریت دارند تا تفاوتها را تبدیل به تضاد و تضادهای ایجاد شده را تبدیل به دشمنی کنند تا ای برای تخریب مذاهب و در نهایت اسلام ایجاد شود آقای یونسی تأکید کرد همین گروه مصرانه تلاش می کنند تا اقوام مذاهب و ادیان را در مقابل یکدیگر قرار دهند برگزاری یک همایش در مخالفت با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در دانشگاه تهران خشم محافظ کاران تند و گروهی از نمایندگان مجلس را برانگیخت. احمد شیرزاد، صادق زیبا کلام و داوود هرمیداس, با... هرمیداس بابند سه استاد دانشگاه در این حمایش به سراحت با برنامه هسته ای ایران مخالفت کرده و گفتند این برنامه بیش از جنگ هشت ساله به کشور ضربه زده است حسین شریعت مداری، محمد تقیه مصباح یزدی، اسماعیل کوسری حمید رسایی، منصور حقیقتپور و زهره طبیبزاده از جمله محافظ کارانی هستند که از سخنان این سه استاد دانشگاه خشبین شدند حسین شریعت مداری اظهارات زیبا کلام و شیرزاد را خیانت به دولت حسن روحانی ارزیابی کرده و مصباح یزدی هم گفته برخی از شعار انرژی هستهی حق مسلم ماست پشیمان شدند اسماعیل کوسری نیز شیرزاد را نوکر بیگانگان خواند و خواستار برخورد نهادهای امنیتی و قوه قضایی با کسانی شده که به گفته او مخالف پیشرفت نظام هستند اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس تشخیص مسلحت نظام در جریان یک سخنرانی به مناسبت روز وحدت حوزه و دانشگاه حرکتها و تفکرات دانشجویان را امری تأثیر گذار در صندوقهای رأی توصیف کرد وی تأکید کرد منتقدان می توانند آزادانه مشکلات را مطرح کنند و اگر رسانه رسالت خود را ایفا کنند تنش در جامعه کمتر و بسیاری از مشکلات حل خواهد شد پیشتر حسن روحانی رئیس جمهور ایران در آستانه روز دانشجو در سفری به استان گلستان گفته بود دوران افراط و فضای امنیتی به سر آمده و او پای قولهای خود خواهد ایستاد آمریکا اعلام کرد از بیم تخریب مذاکرات اتمی بین ایران و شش قدرت جهانی تصمیم گرفته است انتشار اسناد مرتبط با جریان 28 مرداد را که سازمان سیا در آن نقش داشته به تعویق بیاندازد. وزارت امور خارجه آمریکا در نظر دارد تا انتشار اسناد محرمانه مرتبط با جریان 28 مرداد را به علت نگرانی از تاثیر آن بر روند مذاکرات هسته‌ای به تأخیر بیندازد. به گزارش خبرگزاری آسو پرس این تصمیم در جلسه کمیته تخصصی اسناد دیپلماتیک تاریخی در ماه سپتامبر امسال اتخاذ شده است. بر اساس مقررات اسناد مرتبط با روابط بینون لازم نیست که این اسناد بیش از سه دهه محرمانه بمانند اما بسیاری از کشورها به دلایل مختلف از انتشار کامل اسناد خودداری می کنند استفان راندولف از گروه تاریخ وزارت خارجه آمریکا در این نشست اعلام کرد که اطلاعات مربوط به سیاست آمریکا در ایران به علت مذاکرات در حال انجام با جمهوری اسلامی منتشر نخواهد شد. ریچارد امرمن رئیس کمیته مشاوران تاریخ وزارت امور خارجه و استاد دانشگاه تمپل آمریکا از چنین تصمیمی ناخرسند است. تأخیر در انتشار این اسناد نخستین بار در سایت سیکرسی نیوز اعلام شد. جریان 28 مرداد که به برکناری محمد مصدق نخست وزیر ایران منجر شد بارها به طور مفصل مورد بحث قرار گرفته است سال گذشته نیز انتشار اطلاعات سابقا طبقه بندی شده ای در ارتباط با انگیزه های آمریکا و بریتانیا در تقابل با روسیه و عملکرد آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا سیا در رابطه با جریان 28 مرداد جزیات بیشتری را در این زمینه فاش ساخت. سازمان سیا حتی در سایت رسمی خود به انجام عملیاتی علیه دکتر مصدق اعتراف کرده و به صورت واضح در ارائه فعالیت خود اشاره می کند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در نطقی در سال 2009 در قاهره به حوادث 28 مرداد اشاره کرد و گفت در جریان جنگ سرد آمریکا در برکناری دولتی در ایران نقش داشت با این همه بیش از شش دهه است که جریان 28 مرداد بر روابط آمریکا و ایران سایه افکنده است جان لمبرت معاون سابق وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران و از های سابق سفارت آمریکا در تهران پیش از این درباره تیرگی روابط آمریکا و ایران گفته بود وقتی میخواهیم با ایرانیان گفتگو کنیم همیشه در همان اتاق و بر سر همان میز مذاکره تعدادی شبه حضور دارند. او گفته بود که یکی از این شبه ها جریان 28 مرداد است با اینکه جمهوری اسلامی چندان از ذکر نام دکتر مصدق در داخل ایران خودداری می کند و اعضای جبهه ملی با فشارهای زیادی مواجه می شوند و بسیاری از آنها در زندان به سر میبرند اما برای بهره های سیاسی و تبلیغاتی همیشه بریتانیا و آمریکا را متهم می کند که در سرنگونی دولت مصدق دست داشتند و این مایه بیاعتمادی به آمریکاست در حالی که همین غرب و خود آمریکا زمین های سرنگونی رژیم پادشاهی و رسیدن آخوندها به قدرت را فراهم کرده بودند. پلیس شهر کینز در استرالیا تایید کرده که جسد هشت کودک بین 18 ماه تا 15 سال سن داشتند را در یک خانه پیدا کرده است. زنی 34 ساله نیز در این حادثه زخمی شده پلیس میگوید که این زن مشغول پاسخگویی به سوالات پلیس است هنوز پلیس جزئیات این ماجرا و رابطه این زن با کودکان را شرح نداده است خبرگزاری اسوسییتد پرس با یکی از بستگان زنی که در خانه بوده مصاحبه کرده و از قول او نوشته که مقتولین همه خواهر و برادر بوده و آن زن مادرشان می باشد پلیس از این حادثه به عنوان فاجعه نام برده و به مردم اطمینان داده که فعلا جای نگرانی برای عموم نیست گروگانگیری مرگباری که سه روز پیش در سیدنی انجام شد بسیاری را در استرالیا نگران کرده است دستیار وزیر خارجه آمریکا گفته است که واشنگتن نگران سرکوب های اخیر در جمهوری آذربایجان علیه فعالان آزادی های مدنی و خبرنگاران است این مقام وزارت خارجه آمریکا از جمله به بازداشت لیلا یونس و همسرش عارف از فعالان مدنی و همچنین خدیجه اسماعیلیووا خبرنگار بخش آذری رادیو آزادی اشاره کرده است دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور دموکراسی و حقوق بشر افزوده است که مقام های آمریکایی به مقام های جمهوری آذربایجان گفتند که رابطهشان با باکو به دلیل این سرکوب ها به مخاطره افتاده است. منابع امنیتی نیجریه اعلام کردند که شبه نظامیان مزنون به وابستگی به گروه بوکو حرام 185 زن و کودک را در دهکده‌ای در مناطق دورافتاده شمال شرقی این کشور به گروگان گرفته و 35 نفر را کشتند. عملیات های شبه نظامیان گروه بکوهرام طی پنج سال اخیر به بزرگترین تهدید امنیتی برای نیجریه تبدیل شده است شبه نظامیان بکوهرام که خود را شاخه ای از شبکه القاعده می از پنج سال پیش برای تأسیس یک کشور اسلامی در شمال نیجریه با دولت مرکزی می تاکنون تا کنون هزاران نفر در حملات این گروه تروریستی کشته شدند فعاد معصوم رئیس جمهوری عراق گفت هیچ کشوری در منطقه از شر تروریست ها در امان نیست و در این مورد استثنایی وجود ندارد آقای معصوم در دیدار با عبدالله نسور نخست وزیر اردن در بغداد افزود باید همه تلاش ها بر تشکیل یک موضع منطقه‌ای واحد در مبارزه با تروریسم متمرکز شود و باید برای ناکام کردن توطئه تروریست ها با هم متحد شویم. معصوم خواستار گسترش و تعمیق روابط تاریخی میان دو کشور عراق و اردن شد نخست وزیر اردن روز پنجشنبه در رس یک هیئت بلندپایه برای دیدار و گفتگو با مسئولان عراقی به بغداد رفت مدیر کل میراس فرهنگی و گردشگری استان تهران با صدور دستوری برگزاری هر نطور شب یلدا را به دلیل همزمانی این شب با وفات پیامبر اسلام و دو امام دوم و هشتم شیعان در سال جاری ممنوع اعلام کرد همزمان با فرارسیدن شب یلدا رسانه های خبر از افزایش قیمت اقلام غذایی خبر دادند مدیر کل میراس فرهنگی و گردشگری استان تهران با صدور دستوری برگزاری هر گونه تور شب یلدا را ممنوع اعلام کرد. رجب علی خسرو آبادی مدیر کل گردشگری تهران در حکم خود تاکید کرد که گزارش های تخلف از این دستور برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون فنی این اداره کل ارجاع خواهد شد که بر اساس قوانین مسئولیت نظارت بر دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری را بر عهده دارد. خبرگزاری میراث فرهنگی ایران خبر داد که این نام خطاب به تمامی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری انجمن سنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران و انجمن سنفی دفاتر سفر و گردشگری استان تهران صادر شده است. صدور این دستورالعمل در حالی است که بسیاری از آژانس‌های توریستی ایران از ماه‌های گذشته برای برگزاری تورهای شب یلدا برنامه ریزی و از علاقمندان ثبت نام کردند. در همین حال تعدادی از این آژانس‌های توریستی در وبسایت خود اعلام کردند که بخش زیادی از ظرفیت تورهای شب یلدای آنها تکمیل شده و تنها ظرفیت محدودی برای متقاضیان دارند. برخی از این آجانس های توریستی با اشاره به تعطیلات روزهای یک شنبه سی آذر و سه شنبه دوم دی در تبلیغات خود اعلام کرده بودند که تورهای شب یلدا را برای مدت چند روز برگزار می کنند. آجانس های توریستی برای برگزاری این تورها همچنین اقدام به رزرو هتل و وسایل نقلیه کردند. صدور دستور ممنوعیت برگزاری تور شب یلدا در کشور در حالی است که سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با اشاره به تعطیلی دو روز در هفته آینده پیش بینی کرده است که سفرهای پرحجمی در بازه زمانی 25 آذر تا 5 دی انجام شود. در همین حال ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر که زیر نظر این سازمان فعالیت می کند از کلیه ستادهای اجرایی خدمات سفر در سی و یک استان ایران خواسته است تا با تشکیل جلسه و هماهنگی با دستگاه های دیگر آماده ارائه خدمات به مسافران باشند. ستاد هماهنگی خدمات سفر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در ایام سفرهای گسترده شهروندان ایرانی مانند ایام عید نوروز تشکیل می شود. فرا رسیدن شب یلدا در حالی است که خبرگزاری های ایران در گزارش های مختلفی با عناوینی چون یلدای گران با اشاره به تورم و کاهش قدرت خرید مردم در مقایسه قیمت ها با سال قبل خبر از افزایش قیمت انواع آجیل و انواع میوه میدهند. شب یلدای شب چله یکی از جشن های کهن ایرانی است. در این جشن طی شدن بلندترین شب سال و به دنبال آن بلندتر شدن طول روزها در نیمکره شمالی که مصادف با انقلاب زمستانی است گرامی داشته می شود. یلدا به زمان بین غروب آفتاب از سی آذر آخرین روز پاییز تا طلوع آفتاب در اول دیماه نخستین روز زمستان گفته می شود. خانواده های ایرانی در شب یلدا معمولا شامی فاخر و همچنین انواع میوه ها و رایشتر از همه هندوانه را مهیا و دور هم صرف می کنند. پس از صرف تناولات قصه گویی پیرترها برای دیگر اعضای فامیل و همچنین فالگیری با دیوان حافظ رایج است. محمد تقی مصباح یزدی عضو مجلس خبرگان با دفاع از تفکیک جنسیتی گفت که این موضوع زمینه پیشرفت علمی را فراهم می کند بیش از این پور محمدی وزیر دادگستری ایران در سخنانی گفته بود که جداسازی زنان و مردان در محیط کار باعث بالا رفتن بهرهوری می شود آقای مصباح یزدی سکولاریزم را افت انقلاب خواند و تصریح کرد برخی از مسئولان معتقدند که علم با دین سازگاری ندارد و باید, با و باید یا علم را پذیرفت یا دین را وی همچنین تصریح کرد برخی خواستار تسلیم شدن ایران در مقابل آمریکا هستند و دلیل این امر را پیشرفت علمی کشورهای غربی میدانند مهدی کوچکزاده نماینده مجلس نماینده مجلس افرو... ببخشید مهدی کوچکزاده نماینده مجلس افراد دنیا طلب و فاسد در مجلس و در سطوح عالی مدیریت در قوای سگانه را مانع بزرگی بر سر مبارزه حقیقی با فساد در جمهوری اسلامی معرفی کرده است کوچکزاده نامی از این نمایندگان نبرده است وی به مردم توصیه کرده اگر در انتخابات به افرادی رأی بدهند که به مال دنیا بی تفاوت هستند این مشکل در جمهوری اسلامی حل و فصل خواهد شد بر اساس اعتراف بسیاری از مقام های جمهوری اسلامی فساد در این نظام سیستماتیک شده و همه اجزای آن را در بر گرفته است سازمان ثبت احوال جمهوری اسلامی اعلام کرد که کمتر از یک چهارم خانواده های نسل جدید بچه ندارند و حدود 19 درصد خانواده کل کشور تنها یک فرزند دارند بر اساس گزارش این نهاد دولتی ایران تعداد خانواده هایی که سه فرزند یا بیشتر دارند در نسل جدید به شدت کاهش یافته است این امر این آمار در حالی است که مقامات ایران به شدت بر فرزندآوری و افزایش جمعیت تاکید می کنند به گفته کارشناسان بزرگترین مشکل جوانان برای ازدواج مشکلات اقتصادی و بیکاری است که سن ازدواج را بالا برده و به طبع, به طبع آن میل به فرزند آوری نیز در میان خانواده ها کاهش یافته است به پایان خبرهای امروز رسیدیم. با تشکر از همراهی شما تا فردا خدا نگهدار <applause>